بهترین استراتژی در بازارهای نزولی یا منفی چیه؟ تو بازارهای سعودی چطور؟ مفهوم خرسی یا گاوی چیه و چرا به انواع بازارها اطلاق میشه؟ درود بر شما من معین صادقیان هستم و تو این ویدیو میخوام راجع به مفهوم بازارهای خرسی یا گاوی یا بازارهای سعودی و نزولی باهاتون صحبت بکنم و استراتژی مناسبی که ما میتونیم داخل این بازارها اتخاذ بکنیم برای اینکه سودمون بیشینه بشه رو بهتون آموزش بدم اجازه بدید مستقیم بریم سراغ تعریف بازارهای خرسی و گاوی بازارها به صورت کلی دو دستن یا بازار سعودی هن یا بازار نزولی بازار ها هم داریم که بازار متعادل بهش میگن بازار سعودی میتونه مثبت متعادل باشه میتونه در واقع خیلی شارپ و تند و تیز مثبت باشه همینطور بازار نزولی به بازارهای سعودی بازار گاوی و به بازارهای نزولی بازار خرسی میگن حالا چرا بهش میگن؟ یکی از تعبیرهایی که در واقع دیدیم و هم منطقی تره همین که خیلی کاربردی بوده اینه که چون موقعی که گاو میخواد حمله بکنه در واقع شاخ بزنه از پایین به سمت بالا سرش رو پرتاب میکنه بازارهای سعودی رو میگن بازارهای گاوی و موقعی که خرس میخواد در واقع حمله بکنه دستش رو از بالا میبره و از بالا در واقع حمله میکنه و ضربه میزنه به بازارهای نزولی میگن بازار خرسی این از تعریف در واقع بازارها هست تا صرف نظر از اینکه اسمشون چیه ما چه استراتژی میتونیم انتخاب بکنیم و اتخاذ بکنیم که سودمون رو به بالاترین حد ممکن برسونیم اجازه بدید با توجه به شرایطی که داخلش قرار گرفتیم من در مورد بازارهای خرسی با اتون صحبت بکنم در درجه اول اولین نکته و اولین رفتار و استراتژی مناسب توی بازارهای خرسی حد ضرر محافظ کاران است حد ضرر محافظ کارانی یعنی چی؟ یعنی که ما حد ضررمون خیلی کم باشه یعنی اینجا که سهم رو میخریم هر قیمتی که هست مثلا بین 3 تا حد ده 10 درصد حاضر باشیم ضرر بکنیم اگه ضررمون دیدیم داره بیشتر میشه سهممون رو بفروشیم و منتظر بشیم توی موقعیت مناسبتر وارد بازار بشیم یا یه سهم دیگر رو جایگزین کنیم در مورد حد ضرر من مفصل توی یک ویدیو دیگه صحبت کردم که حتما بعد از انتشار این ویدیو اون رو با یه وقفه زمانی منتشر میکنم میتونید ببینید پس حد ضرر محافظه کارانه اولین استراتژی مناسب در بازارهای خرسی دومین در واقع استراتژی که ما میتونیم اتخاذ بکنیم در بازار خرسی اجتناب از معامله میان مدت یا معاملات بلند مدت یک سال است معاملات ما توی بازار خرسی شاید دو سه روزه باشه شاید حتی مثلا یک هفته دو هفته باشه یک ماه نهایتا یک ماه و نیم ولی به هیچ وجه نباید این استراتژی که ما اتخاذ میکنیم میان مدت باشه توی بازار خرسی عرض میکنم موقعی که روند بازار داره تغییر میکنه اشکالی نداره لطفا تصویر پشت سر منم من داشتم روند بازار رو بررسی میکردم الان روند بازار نشان دهنده یک تغییر جزئی هست که احتمالا از خرسی به سمت گاوی داره حرکت میکنه اما هنوز محکم این رو بهمون همون نمیگه و نیازمند زمان بیشتریه در مورد این هم توی آموزش ها صحبت میکنم که چطوری روند رو تشخیص بدیم چند تا اندیکاتور خوب رو بهتون معرفی میکنم که با استفاده از اونا بتونین روند بازار و هدف بازار رو تعیین بکنید که توی قسمت آموزش ها میتونید خیلی راحت سر کردم به زبان ساده آموزش بدم توی یوتیوب به صورت رایگان ببینید پس معاملاتمون باید بازه زمانیش رو کوتاهتر بکنیم یا خیلی بلندترش بکنیم مثلا بگیم من سه سال میخوام سرمایه گذاری بکنم این هم هست ولی بیشتر معاملات باید بیاد, بیاد به سمت کوتاه مدت مورد بعدی عدم سرمایه گذاری روی صندوق سهامی ببینید صندوق های سهامی معمولا به اندازه بازار به اندازه شاخص به ما سود میدن بنابراین بهتره که توی چنین شرایطی روی صندوق های سهامی سرمایه گذاری نکنیم انواع دیگه صندوق ها هستن میتونن جذابیت کافی داشته باشن ولی توی بازار خرسی من توصیه نمی کنم عمدتا صندوق های سهامی رو روشون سرمایه گذاری بکنیم و مورد بعدی اینه که یک قاعده ای ما داریم به اسم سرمایه گذاری پلکانی یا کم کردن میانگین من جداگونه حتما اینو مفصل توضیح میدم شاید هم خودتون باش آشنا باشین این کارو ما توی بازارهای خرسی انجام نمیدیم م... معامله پلکانی یعنی چی یعنی توی بازار گاوی بازاری که خرسی نیست یعنی سعودی داره میشه تازه شروع کرده سعودی بشه یه سهمی رو میخریم بعد میبینیم که خب دوباره استراتژیمون نگاه میکنیم دوباره تحلیلش میزنیم میبینیم که یه مقدار دیگه داره رشد میکنه این مقدار دیگری که داره رشد میکنه یه مقدار دیگه پول اضافه میکنیم داخل سهم یعنی چند مرحله چند مرحله نزدیک به هم پول در واقع تزریق میکنیم توی بازار و توی اون سهم و این تزریق پول بهش میگن معامله پلکانی یه نوع پلکانی دیگه هم هست که بهش میگن کم کردن میانگین موقعی که یه سهم داره ضرر میده و داره منفی میشه مثلا منفی پنج شده ما 5 درصد روی سرمایه اولی که گذاشیم زرع کردیم یه مقدار دیگه پول داخل سهم وارد میکنیم میانگین ضرر رو کم میشه البته عددش تغییر نمیکنه اما میانگین ضرر کم میشه ممکنه دوباره فردا و پس فرداش هم این منفی بخوره سهم تا یه مدت منفی بخوره ما هر روز با تزریق یک مقدار کمی پول جدید به سهم در واقع از میانگین ضرر رو کم میکنیم چرا چون مطمئنیم سهم رشد میکنه ولی این کار توی بازارهای خرسی بازارهای نزولی نباید انجام بدید چون ریسک ادامه روند منفی در واقع بیشتره و شما اگر که سرمایه ای رو بذارید و پلکانی بخواید میانگین کم بکنید ممکنه این تا مدت ها پایین بره و شما اتفاقا ضررتون تصاعدی بشه شما میخواستید در واقع ضرر رو کم بکنید و سودتون رو تصاعدی بکنید ولی اینجا ضررتون تصادی میشه من توی یه ویدیو جداگونه سعی کنم مفصل بهتون بگم البته اگه علاقمند هستید حتما توی دیدگاه ها به من بگید یکی اینکه که نگه داشتن سرمایه منتظر ببینید ما یه پورتفوی سرمایه گذاری داریم که قسمت های مختلف سرمایه گذاری یه بخشی از اون بازار بورسه یه بخشی از اون بازار بورس در واقع خود اون بازار بورس به چند قسمت تقسیم میشه و اون سهم که ما داریم اما از کل پورتفوی سرمایه گذاریمون یه مقداری پول منتظر نگه میداریم موقعی که همه بازارها تقریبا متعادلن یک مقداری سرمایه رو منتظر نگه میداریم به این میگه سرمایه منتظر یا سرمایه فرصت طلب و منتظر یک فرصت مناسب میشیم که این پول جدید رو اضافه بکنیم توی بازار خرسی ما این سرمایه منتظر رو منتظر نگه میداریم که اگر بازار از خرسی تبدیل شد به گاوی یعنی از روند نزولی تبدیل شد به روند سعودی اون سرمایه منتظر جدید رو وارد بازار بکنیم و مورد بعدی اینه که پورتفوی سرمایه گذاریمون رو به بازارهای متنوع تقسیم بکنیم ببینید وقتی مثلا بازار بورس بازار روندش نزولی بازار خرسیه ممکنه یه بازار دیگه رشد بکنه ممکنه رشد نکنه البته ولی در کل میایم سهم کمتری از سرمایه رو میذاریم روی همین بازار بورس و یه بخش دیگر رو مثلا میذاریم روی بازارهای جایگزین مثل سنگهای قیمتی طلا بیت کوین و چیزهایی از این دست و تقسیم میکنیم پورتفوی خودمون رو به در واقع سرمایه های متنوه تری و توی اون بازار خرسی سرمایه کمتری رو صرف میکنیم تا اینکه بازار روندش تغییر بکنه و گاوی بشه و اینکه مدام می پایین بازار رو پایش می کنیم بازار رو با کلاسش می شه. باید به پایین ببینیم سهمی که ما نگاه کردیم سهمی که ما میخوایم بخریم یا سهمی که ازش داریم و برش حد زر کردیم داره چه جوری رفتار میکنه مدام تحلیل هامون رو به روز بکنیم ممکنه هدف قیمتیش بیشتر بشه ممکنه کمتر بشه ممکنه جذابیت ورود به اون سهم کلا از بین بره و دیگه لازم نباشه وارد اون سهم بشیم بنابراین لازمی که پایش کنیم به اون سهم رو مدام بپاییم شاید روزانه یه روز در میون حتما باید توی بازار خرسی اگر میخوایم کار بکنیم یه نیم نگاهی داشته باشیم و ببینیم بازار ممکنه براتون سال پیش بیاد بگین جوری که خیلی وقت در واقع وقت گیر میشه و ما نمیتونیم برسیم بعد اینو بهتون بگم بعد از یه مدتی که تحلیل انجام دادید دیگه چشمتون به نمودارها عادت میکنه نگاه میکنید همین که نگاه کردید به یک سهمی به یک نموداری میتونید بفهمید که چند مرد حلاجه بنابراین این با تکرار و تمرین در واقع خودش عملا باعث صرف جویی تو وقت میشه یه عدد ده هزار ساعت هم گفتن گفتن اگه ده هزار ساعت توی یک کاری شما تمرین بکنید دیگه خبره اون کار میشید دیگه حالا ده هزار ساعت رو گفتم ولی من دیدم با هزار ساعت هم به این عدد رسیدند به اون در واقع مهارت خیلی دیدم بسه به علاقه هم البته داره حالا مربوط به موضوع ما نیست یادتون باشه به استراتژی معاملاتی شخصیتون باید پای بند باشید یعنی هم به اینهایی که من بهتون گفتم همون استراتژی که شما توی معاملتون در نظر میگیرین عدد حد ضرر سیو سود ریسک فری هدف اول دوم سهم اینا رو باید بهش پایبند باشید و جالب اینجاست که این موردی که بهتون گفتم فرقی نمیکنه توی بازار خرسی هستین یا گاوی ولی شما باید حتما حتما به این استراتژی پایبند باشید خب یک نکته دیگه هم هست اون در پایین ویدیو میگم اجازه بدید بریم سراغ بازار گاوی بازار گاوی خب درست برعکس این هست دیگه یعنی حد ضرری که شما میذارین جسورانه است به جایی که 3 تا 10 درصد بذارید مثلا میذارید 5 تا 20 درصد که در موردش گفتم توی ویدیو توضیح میدم و حتما باید با استناد به تحلیل قوی این اتفاق صورت بگیره نه که همینطوری بگید خب من حد ضرر رو بیشتر در نظر میگیرم چون میدونم بازار خوبه احتمالا این سهم میره بالا ما میخوایم این احتماله در واقع به یقین تبدیل بشه و یا بهتر بگم به یقین نزدیک بشه معاملات رو میتونید در هر بازه زمانی انجام بدید کوتاه مدت میان مدت بلند مدت امکان سرمایه گذاری روی صندوق سهامی رو هم مثل قبل دارید چون صندوق سهامی گفتیم به اندازه شاخص بهتون سود میدن توی بازار گاوی معمولا شاخص رشد میکنه دیگه روند کل مثبت بنابراین صندوق سهامی هم خوبن سرمایه گذاری در واقع حد دکسری میکنید یعنی اون پورتفویی که بهتون گفتم سرمایه رو پخش میکنید حالا اتفاقا میایید بخش عمده از سرمایه رو میذارید داخل اون بازاری که گاوی هست مثلا اگه بازار بورس در حال رشده بخش بزرگی از سرمایه رو میذارید اونجا و اون سرمایه منتظر یا سرمایه فرصت طلبی هم که گفتم پول نگه داشتید ولی سرمایه گذاری نکردید منتظر فرصت مناسبین توی بازارهایی که روندش مثبت فرصت مناسب هست و حتما حتما باید به استراتژی معاملاتی خودتون پایبند باشید دوستان یک نکته خیلی کوتاهی رو هم بهتون بگم در پایین این ویدیو و اون این که همه صندوق در بلند مدت سود میدن علتش اینه که ما یک کشور در حال توسعه هستیم چون یک کشور در حال توسعه هستیم مدام رشد میکنیم دیگه حالا ما چه خیلی قبول ندارن که ما در حال توسعه ایم بعضی هم قبول دارن من کاری به این چیزا ندارم من آمارهای اقتصادی برام ملاک هست که نشون میده ما در حال توسعه هستیم حالا با سرعت متفاوتی و به خاطر همینم هم در کل اقتصاد ما داره رشد میکنه و این رشد اقتصادی ما در نهایت میتونه باعث رشد یعنی قطعا باعث رشد بازار بورس میشه و صندوق ها هم به تناسب فراخور این رشد اقتصادی همیشه در حال رشد خواهند بود نکته آخری که بهتون بگم اینه که ما توی کشورمون یک دوره هایی رو داریم در بازار بورس یه بازار بورس مثلا متعادله بعد یه ناگهانی رشد میکنه بعد یه مقداری ریزش میکنه بعد دوباره متعادله بعد دوباره رشد میکنه ریزش میکنه این دوره های بازار بورس معمولاً 7 8 ساله است و مطابقت داره با دوره های ریاست جمهوری که اگه علاقه من بودین هم قبلا توی ویدیو ها گفتم هم توی آموزش ها میگم یا خودتون میتونید یه نگاهی به شاخص کل بازار بورس بندازید و این مسئله رو متوجه بشید معمولا آخرای یک دوره ریاست جمهوری که میاد بازار یک رشد خوبی رو میکنه و بعدش یک نزول بلند مدتی رو تجربه میکنیم که میگن بلند مدت بیشتر از یک سال احتمالا این یعنی بازار گاوی میشه توی اون بازار بازار خرسی میشه توی یک سال یک سال, یک سال, یک سال یعنی نزولی میشه و توی اون بازار میشه بازم خرید و فروش کرد معامله کرد ولی خب ریسکش مقداری بالاتره امیدوارم که مطالب این ویدیو به دردتون خورده باشه ویدیوی بعدی در مورد حد ضرر رو حتما ببینید دوره آموزشی هم که منتشر کردم در یوتیوب حتما ببینید خیلی بهتون کمک میکنه دوستتون دارم همیشه موفق باشید خدا نگهدار